درود بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به خبر امشب جمعه پنجم ثور که برابر میشه با 24 اپریل. سرخط خبرها. افزایش رقم مبتلایان به ویروس کرونا. ۹۵ واقع مثبت در 12 ولایت کشور به ثبت رسیده است. هشدار تازه وزارت داخله از عدم رعایت محدودیت گشت و گذار. تقاضای مایی است که با پلیس همکاری شود تا اینکه ما اینمی وضعیت در بتانیم کنترل بکنیم. نهایی شدن طرح برای حل تنش‌های سیاسی از سوی تیم عبدالله. نزدیک شدن جان باختگان ویروس کرونا به 200 هزار در جهان. و نیاز برای ایجاد سردخانه های معیاری در کشور. وزارت صحت عامه کشور میگوید که شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور به 1330 تن رسیده است. به گفته یه مسئولان در 24 ساعت گذشته 95 مورد تازه در 12 ولایت کشور به ثبت رسیده است. در همین حال رئیس صحت عامه پکتیا نیز میگوید که در این مدت 11 مورد دیگر در این ولایت ثبت شده که به این ترتیب رقم کل مبتلایان به 1341 تن میرسد. وزارت صحت عامه میگوید که در 24 ساعت گذشته 95 مورد مثبت ویروس کرونا در ولایت های 53 مورد در قندهار، 11 مورد در کابل، 10 مورد در تخار، 5 مورد در ننگرهار، 5 مورد در پنجشیر، 2 مورد در غزنی، 2 مورد در فراه، 3 مورد در هرات و 1 مورد هم در لغمان، دایکندی، پروان و نیمروز ثبت شده است. از سوی هم رئیس صحت عامه پکتیا نیز از ثبت 11 واقع مثبت در 24 ساعت گذشته در این ولایت خبر می‌دهد که به گونه مجموعی آمار کل کشور به 1341 تن می‌رسد. 95 واقع مثبت در 12 ولایت کشور به ثبت رسیده است. در 24 ساعت گذشته 3 نفر به اثر ویروس کرونا در ولایت کندهار جان باختند، اما 9 بیمار دیگر بهبود یافتند که 5 آن از هرات و 4 تن دیگر در کندهارند. شمار کل جان باختگان در کشور به 43 تن، اما صحت یاب شدگان به 188 تن می رسد. 9 واقعه شفایاب شده است که 4 واقعه در ولایت کندهار، 5 واقعه در ولایت هرات. کابل با بیشترین شمار مبتلایان در رده نخست قرار دارد. پس از آن هرات در درجه دوم و کندهار سوم بیشترین رقم مبتلایان به ویروس کرونا را دارند. هرچند هرات نخستین جای شیوع ویروس کرونا در افغانستان شمرده می شد، این روزها اما شمار کم رویدادهای مثبت کووید 19 را دارد. حرکت این ویروس در هرات سیر نزولی دارد، اما در کابل و کندهار حرکت صعودی و پرشتاب را دارد. پلیس میگوید شهروندان نیازمندی های اولیه برای ماه مبارک رمضان را به دست آوردند و بازارها دوباره بسته می شود. وزارت داخله هشدار می دهد که پلیس شهری شرایط سختگیرانه برای وضع محدودیت های رفت و آمد را در نظر گرفته است. هفته گذشته کابل چند روز پی هم شاهد تراکم مردم بود. در آستانه ماه رمضان پایتخت نشینان برای تهیه نیازهای اولیه به شهر بیرون شدند و این تراکم محدودیت‌های وضع شده از سوی پلیس و وزارت صحت را در امر مبارزه با ویروس کرونا شکست. دیگه بهانه وجود نداره، پلیس برخورد میکنه. تقاضای مایی است که با پلیس همکاری شود تا اینکه ما اینمی وضعیت را بتانیم کنترل بکنیم. محدودیت های رفت و آمد، بسته بودن شهر کابل تاثیر مستقیم روی وضعیتشان گذاشته است و ویژه کارگرانی که با درآمد کم روزمزد کار میکنند. سرگردان آواره استم که برم کار کنم، کار نیست، بار نیست. غنه میراوړ وکیلان ټول پټ کړل، غریبانان سره کومک نکوي.
تنها شهروندان برای دریافت غذا به شهر نمی گردند. هستند کسانی که بدون هیچ برنامه در خیابانهای پایتخت سبب ازدحام شهر و تراکم نفوذ در فصل کرونا شدند. شهر کابل که ما خودیم گشت و گذار میکنم هیچ رعایت نمیشه. همگی میبینیم به سرک میبره، همگی به سب رفت آماد داره، گروبارک داره. مردم میگویند که همکاری های حکومت نرساندن کمک های فوری به مردم باعث شد کسی به شرایط قرنطینه و محدودیت های رفت و آمد در شهر توجه نکنند. سازمان ناتو از رهبران سیاسی افغانستان میخواهد تا به گونه فوری برای حل اختلاف ها و ایجاد حکومت فراگیر گرد هم آیند. این سازمان در یک بیانیه گفته که بازیگران افغانستان باید از فرصت موجود برای صلح استفاده کنند. بیشتر از این در گزارش. ناتو در یک بیانیه گفته است که چشم‌انداز آغاز مذاکرات برای دستیابی به یک توافق صلح جامع در افغانستان فرصت تاریخی برای پایان دادن به جنگ‌های طولانی در افغانستان است. در بیانیه این سازمان آمده است که همه طرف‌ها باید برای تحقق فوری تعهد خود در جهت کاهش خشونت و تلاش در جهت صلح اقدام کنند. ما فوراً از رهبران سیاسی افغانستان و عامیان آنها می‌خواهیم تا برای حل اختلاف و تشکیل دولت فراگیر جمع شوند. بازیگران سیاسی افغانستان باید از این فرصت برای صلح استفاده کنند. سطح خشونت فعلی از سوی طالبان قابل قبول نیست. ما فوراً از طالبان می‌خواهیم خشونت‌ها را کاهش داده و شرایطی را برای شروع مذاکرات ایجاد کنند. همه شب گزارش را بیته خودش. هرچند قرار بود که روز جمعه سپیدار طرح حکومت توافقی برق را با چهره‌های میانجیگر شریک بسازد، اما این کار به هفته پیش رو به تأخیر افتاده است. ما هفته پیش رو طرح حکومت توافقی را با هیئت میانجی شریک می سازیم. بر اساس طرح صلاحیت ها، مسئولیت ها و فرصت ها میان دو تیم پیشتاز انتخاباتی به گونه برابر در نظر گرفته شده است. در جزئیات زودتر این مسئله هم است که معاونت سرقماندان قوای علای مسلح افغانستان است و موضوع مارشالی جناب معاونصب اول رهبر حزب جنبش است. نزدیکان حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف است. چهره‌هایی که میان دو طرف با درمیانی میکنند بر حل این تنش ها خوشبین هستند. رو یک طرح کار میکنند که تا طرح به طرف رئیس جمهور بتن با امید به ایست که در روزهای نزدیک مشکلات حل شود. به تفاهم ملی، به اتفاق اتحاد ملی دست پیدا بکنند تا برای صلح که یک فرصت بسیار طلایی است. این فرصت از دست ما نره. این در حال است که منابع گفتند به دلیل قبول شدن رهبری شورای عالی مصالحه از سوی عبدالله عبدالله در این طرح میان اعضای ثبات همگرایی اختلاف هایی به میان آمده است. اختلاف هایی که سبب تأخیر در شریک شدن این طرح به جانب ارگ شده است. طالبان پیشنهاد دولت برای آتش بس در ماه رمضان را رد کردند. رئیس جمهور غنی در پیام رمضانیش از گروه طالبان خواست که از بهر حرمت این ماه و چالش کرونا آتش بس کنند. اما گروه طالبان میگوید که به دلیل کم توجهی به عملی شدن توافقنامه صلح و در خطر انداختن هزاران زندانیشان آتش بس خواست معقول نیست. از سوی هم ناتو گفته که ناتو از طالبان خواسته تا به خشونت ها به گونه فوری پایان بدهند. رئیس جمهور غنی و شمار دیگر از رهبران سیاسی در پیام‌های به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان از گروه طالبان خواستند که به حرمت این ماه آتش بس اعلام کنند. وزد چپ مقابل که جهاد، دمون پاک مقابل که جهاد، مون مسلمانی، مسلمان مقابل که قرآن پاک جهاد ندروا کرده. اما ساعت پس از این پیام رئیس جمهور غنی، گروه طالبان خواست آتش بس را رد کردند. تعطیل و تاخیر در رهایی زندانیان باعث تداوم جنگ، شدت جنگ و به تعویق افتادن مذاکرات بین افغانی است. در همین حال شماری از نمایندگان کشورهای خارجی در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ میخواهند که در ماه مبارک رمضان خشونت ها را کاهش بدهند. My wish this Ramadan. آرزو می کنم که همه از یک رمضان صلح‌آمیز لذت خواهند برد. امیدوارم که جنگ خاتمه بیابد تا مسلمانان در افغانستان ماه رمضان را در صلح تجلیل کنند. اما دفتر شورای امنیت ملی کشور از رهایی 58 زندانی دیگر طالبان خبر می دهد و می گوید که تا هنوز 550 طالب از بند رها شدند و این روند همچنان ادامه می یابد.
در ماه مبارک رمضان امسال نه تنها که خبری از کاهش خشونت ها نیست، بل افغانستان با تهدیدهای ویروس کشنده کرونا و تنش‌های سیاسی هم دست و پنجه نرم می‌کند، آنچه که زندگی بر شهروندان عادی کشور را خیلی دشوار ساخته است. بنیاد بیات برای نیازمندان در هرات بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. مسئولان در این نهاد خیریه میگویند که این کمک‌ها برای کسانی توزیع شده که در جریان قرنطینه هرات به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شدند. از سوی هم معاون والی هرات در کنار تقدیر از کمک‌های صورت گرفته از جانب بنیاد بیات، از دیگر نهادهای خیریه ملی و بین‌المللی خواهان کمک‌های عاجل به مردم نیازمند است. فاد احمدی. پس از گسترش ویروس کرونا در هرات، این ولایت به دستور رئیس جمهور قرنطینه شد و رفت آمد منع گردید. ادامه این روند باعث شد تا بسیاری کارشان را از دست بدن و با مشکلات اقتصادی روبرو شوند. بنیاد بیات که اولین نهاد خیریه در افغانستان است، نخستین محموله کمک‌های خود را به مردم نیازمند در هرات ارسال و توزیع کرد. این شرایط سخت، چیزی که در دسترس بنیاد بیات بوده، همیشه و حالی هم از پیش همتنان عزیز ما دریغ نکردن و برشان رساندن. با ادامه قرنطینه شهر هرات، هر روز بر تعداد مردم نیازمند افزوده می شود. منصف حسنزاده، معاون اجتماعی والی هرات، تاکید می کند که نیاز از دیگر نهادهای خیریه به مانند بنیاد بیات کمک‌های خود را در این شرایط بحرانی به مردم نیازمند توزیع کنند. ما تشکر می‌کنیم از بنیاد بیاد، چون موقع ضرورت همالک هست و ماه رمضان هم به پیش هست و از تمام مؤسسات خیریه هم تقاضامندیم که کمک‌های بشردوستانه خود به ولایت هرات ارسال کنند. در این حال افرادی که برایشان از سوی بنیاد بیاد کمک شده است می‌گویند اگر پس از این با آنها توجهی صورت نگیرد با چالش‌های زیادی روبرو خواهند شد. تشکری میکنم، عرض میکنم که به این مردم فقیر بدبخت که با ما حساب رسیدگی میکنه، تشکری میکنم که به حساب همین کمک با ما کرده که خداوند کریم اونا رو موفق و شاد داشته باشه. که به این مردم مردم شهید و فقیر و زن یتیم و نادار به این وقت کرونا باره که کمک میکنه، یک جان تشکر. بنیاد بیات به عنوان اولین نهاد خیریه در افغانستان از حدود 1.5 دهه بدین سو در عرصه‌های مختلف کمک رسانی کرده است. کمک به نیازمندان آسیب دیده در تمام کشور، ساخت مکاتب، ساخت بیمارستان و کلینیک، ساخت مسجد و راه‌های مواصلاتی از کارهایی است که از سوی این بنیاد انجام شده است. همکنون نیز از سوی بنیاد بیات برنامه توزیع کمک به نیازمندان و ضد عفونی کردن شهر کابل به دلیل شیوع ویروس کرونا جریان دارد. چند رویداد کوتاه داخلی. افغانستان خواهان کمک بین المللی برای مبارزه با ویروس کرونا شده است. ناتو در وبسایتش نوشته است که مرکز هماهنگی رسیدگی به حوادث طبیعی یورو اتلانتیک درخواست وزارت صحت عامه افغانستان را از نمایندگی این کشور در ناتو به روز گذشته دریافت کرده است. این مرکز در چهارچوب ناتو فعالیت می کند. در یک حمله طالبان بر یک پاسگاه در ولایت بادغیس، 13 نیروی خیزش مردمی جان باختند. یک عضو شورای ولایتی این ولایت میگوید که طالبان این حمله را شب جمعه انجام دادند. از سوی دیگر، آمر امنیت فرماندهی پلیس این ولایت گفته است که طالبان با همکاری شمار از افراد نفوذیشان این پاسگاه را سقوط دادند. پلیس کندوز یک تن را از چنگ آدم ربایان نجات داده است. وزارت داخله با نشر خبرنامه گفته است این جوان 4 روز پیش از مربوطات ولسوالی امام صاحب این ولایت توسط افراد ناشناس ربوده شده بود. با این بخشم خوش آمدید. برای گسترش صادرات کشور ایجاد سردخانه ها بسیار ضروری می باشد. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که اگر سردخانه های میاری و بزرگ برای نگهداری محصولات کشاورزی ساخته نشود، صادرات با رکود مواجه خواهد شد. با این حال شرکت دولتی انکشاف ملی می گوید کار ایمار 12 سردخانه بزرگ تجارتی را در شماری از ولایت های کشور آغاز کردند. بهای محصولات کشاورزی در کشور در نوسان است و نرخ ثابت ندارد.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که به دلیل نبود سردخانه های بزرگ و معیاری محصولات کشاورزی با چالش مواجه می شود. با گفته آنان برای رشد صادرات کشور نیاز جدی به اعمار سردخانه های بزرگ و معیاری دیده می شود. با توجه به تشویق ها و حمایت هایی که سکتور اتاق تجارت از سکتور خصوصی انجام داد و تا اندازه مساس دونه، یک مقدار ما موفق نشدیم افراد و اشخاص را از میان سکتور خصوصی پیدا بکنیم که اینا بیان به صورت وسیع و پیمانه های بسیار کلان و مقیاس بسیار کلان سردخانه ها را اینا تاسیس بکنن. همونطور که شما میفهمین، یکی از بحث هایی که ما همیشه مطرح کردیم نبود سردخانه های معیاری در افغانستان بوده. با این حال شرکت دولتی انکشاف ملی میگوید که اعمار 12 سردخانه بزرگ در 12 ولایت کشور آغاز شده است و تلاش صورت میگیرد تا کمتر از 2 سال کار آنان تمام شود. کار اعمار 3 سردخانه را در 3 ولایت، ولایت کاپیسا، ولایت پروان و ولایت میدان وردک عملا آغاز کردیم و انشاءالله این جریان می داشته باشد. در مجموع در 12 ولایت دیگه هست، ولایت هست که 3 ولایت شد، 9 ولایت دیگه هم انشاءالله شروع میشه. آگاهان اقتصادی میگن که حکومت باید پیش از این در ولایت‌های سرحدی و ولایت‌هایی که محصولات کشاورزی بیشتر دارد سردخانه‌های بزرگ اعمار میکرد. بهای ارزها. یک دلار آمریکایی 76 افغانی، یک یورو 81 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار پاکستانی 474 افغانی و 1000 کلدار هندی 900 افغانی. بخش ورزشی هم پس از رفت و برگشت. تمرین ورزشکاران به گونه انفرادی، ادامه محدودیت گشت و گذار دلیل این کار و تلاش برای حفظ نیروی جسمی. به بخش ورزشی هم خوش آمدید. با ادامه یافتن قرنطینه و مسدود ماندن باشگاه ها، ورزشکاران کشور هم جهت حفظ تناسب اندام تمریناتشون را به گونه انفرادی در خانه برگزار می کنند. عبیدالله انوری بیشتر در این گزارشش جزئیات می دهد. میوند اختری، مشزنی که تازه وارد میدان رقابت های ملی شده است. وی در کارنامه‌اش از 15 بازی تنها 2 باخت دارد. فصل کرونا روزهای دشوار برای این ورزشکار شده است. اما دوران قرنطینه مانع برای ورزش این جوان مشزن نشده است. با امکانات دست داشته ورزشش را از خانه تعقیب می کند. دلیل عمده آنم حفظ فرم بدنیش و اشتیاق بی نهایت برشته ورزشی است. اگر قرنطینه خلاص شود میشه که مسابقه برای راه اندازی شود و ما به مو خاطر تمرین خود متوقف نساختیم و تمرین خود ادامه دادیم تا که قوای فیزیکی ما از بین نره و آماده باشیم. در نزدیکی میدان گلف فضا و سایه های مرطوب از میان درختان زمینه ورزش را برای اختری مساعد تر کرده است. بالا. بعد از این تمرینات فشرده، تحت نظر کاکایش در خانه بگونه حرفه‌ای ورزش خودش را به پیش می‌برد. نحوه مقابله با کرونا است. فعلا که کلاپا بند است، ما خودمون تمرین میکنیم، سر بدرزانی میوند کار میکنم، شاگردان را فعلا جواب داریم و بر کلشان همین پیام مست تمرین کنین. طب ثابت کرده که ورزش خودش یک مبارزه با کرونا است. یک گفته میتونیم که این خودش یک انتیبیوتیک در مقابل کرونا است. به این اساس ما توصیه میکنیم که همه باید ورزش بکنن، همه باید در نظر داشته موضوعات صحی. گفتنی است که این مشزن نوجوان برای انجام تمرینات خانگی تمامی وسایل ورزشی که برای یک مشزن حرفه‌ای ضروری و مهم پنداشته می شود در خانه تأمین کرده است. وضعیت هوای فردا. ف
فردا کابل نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11، هرات نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14، مزار شریف نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16، جلال آباد نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17، کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15 و غزنی نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5. با جدی گرفتن کرونا به پیکار با این بیماری بپردازید. تا درود دیگر.